سلام مرداد، آخرین روز کاری سال 2021 توی کانادا هستش. البته امروز هم کار بودش ولی من مرخصی گرفتم چون فردا میخوام برم تورنتو، کلی ویدیو قرار بسازم. گفتم یه مقدار امروز رو استراحت بکنم و اولین سال کاری من بودش توی کانادا. 8 ماهه که سر کار میرم و توی این چند روز نشستم با خودم یه سری حساب کتاب کردم. گفتم آقا تو دو سال و چند ماه پیش یعنی پاییز 2019 اومدی کانادا، الان تو این دو سال و 4-5 ماه یه حساب کتاب بکن ببین هزینه ها دقیقاً چقدر بوده، درآمدها دقیقاً چقدر بوده. چون من همه چی رو می‌نویسم، دسته‌بندی می‌کنم که توی هر دسته‌ای چقدر هزینه داشتم، توی هر دسته‌ای چقدر درآمد داشتم. و به این نتیجه جالب رسیدم، دیدم یه سود 59,000 دلار من از دانشگاه پول گرفتم توی 4 ترم. چون من ترم پاییز 2019، بعدش زمستون 2020، بعدش تابستون که تعطیل بود، بعدش دوباره پاییز، بعدش زمستون، دو تا پاییز دو تا زمستون، یعنی 4 ترم من 59,000 دلار پول گرفتم. اومدم توی این ویدیو یه سری موارد خدمتتون توضیح بدم که این پول از کجا اومده. چون اگر یوتیوب رو دنبال کرده باشید میدونید من 8 ماه پیش در من استخدام شدم، پاییز زمستون به قولی آخر زمستون قبلی استخدام شدم و همون موقع هم دفاع پایان‌نامه رو دفاع کردم و از اون بعد دیگه دارم میرم سر کار. دیگه هر چی پول دانشگاه میخواست بهم بده، تصفیه حساب، همه چی انجام شده. دیگه الان خالص میدونم که چقدر دانشگاه به من پول داده. در مورد شهری و در مورد این پولا و جزئیاتش الان خدمتتون توضیح میدم. خب میثم هستم از اتاوا کادا، برای شرکت سرمایه گذاری کار میکنم اینجا. میزم اونجاست، امروز رفتم سر کار. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک بکنید، عضو کانال بشید یا به اینستاگرام من سر بزنید، خیلی خیلی لطف کردید. من سعی میکنم موارد به درد بخور بزن. اما قبلش این رو هم بگم، خب اگه توی بحث مهاجرت و اپلای تحصیلی و اینا رفته باشه میدونید یه سری مشاوره مهاجرت هستن، برای نیم ساعت یه ساعت وقتشون یه سود 400-500,000 تومان هزینه ازتون میگیرن. من مدت ها بود که بچه‌ها میگفتن و منم حقیقتش دیگه یه ماهی وقت گذاشتم یه وبینار جامعه اپلای تحصیلی 0-100 همه چی رو گفتم، حتی درخواست ویزا توی 15 ساعت که ویدیوهاش هستش با کیفیت عالی، با صدای عالی مثل همین ویدیوهای یوتیوب، حتی چت‌های بچه‌ها هم هستش. اینو گذاشتم با مبلغی که واقعا اندازه یه ساعت مشاوره با این مشاوره به قولی مهاجرت هم از اونم کمتر، 400,000 تومانه. حالا فیدبک، بزرگترین فیدبک هم که حقیقت شب بچه‌ها گرفتم این بودش که خیلی بیشتر از مبلغی که پرداخت کردیم می‌ارزید. اگر دوست داشتید میتونید به اینستاگرامم یا به ایمیلم پیام بدید. اینم حقیقتش تبلیغ کار خودم بود، یه بار تبلیغ کار خودم بکنم. اما در مورد این پولی که من از دانشگاه گرفتم، این رو در نظر بگیرید که شما اول باید شهریه‌تون رو پوشش بدید. شهریه‌ای که من داشتم ترمی 3000 دلار بودش. همین الان بذارید با شهریه شروع کنیم. نکنید یه تصویر الان احتمالاً توی ادیت پاپ بذارم اینجا. من شهریه‌ام هولوش ترمی 3000 دلار بودش، چون دانشجو داخلی بودم، چون اقامت کانادا رو داشتم. اگر اقامت نداشته باشید این شهریه قطعا بیشتر میشه، مگر اینکه برید دکترا بخواید بخونید یا یه سری رشته خاصی گیر برید که خیلی ارزون باشه. ولی شهریه مثلا هولوش 10000 تا باید روش حساب بکنید. حالا میگم تو وبینار خیلی در موردش توضیح دادم. اما هر پولی که از دانشگاه قرار باشه بگیرید که الان انواعشو میگم، اول میره برای پرداخت شهریه‌تون. همونطور که میبینید شهریه من ترم پاییز خب بیشتر بوده. چرا؟ چون ترم پاییز بعد یه سری چیزای دیگه هم پرداخت کنید علاوه بر شهریه، مثل بیمه‌تون، مثلا بلیت اتوبوس و حالا بلیتی که بهتون میدن، مثلا کارتی که میدن به عنوان بلیت همه جا بتونید باهاش برید و یه سری موارد دیگر ترم پاییز باید پرداخت کنید. یه 500 دلار من اون اول خودم از جیب خودم تنها پولیه که پرداخت کردم، اونم به خاطر این بودش که از ایران میخواستم بیام، گفتن آقا یه دیپازیت، یه ودیعه باید بدی، به قولی ودیعه حالا نمیدونم، یه دیپازیت باید بدی که اون 500 دلار رو من مثلا یادمه از این شرکت ها استفاده کردم، از این سایت های آنلاین، گفتم آقا 500 دلار بریزید. این تنها پولی بود که من به دانشگاه پرداخت کردم. بعدش دیگه همه این پولا اگر توی همین فایل ببینید اسکالرشیپ ورودی من بوده. من یه اسکالرشیپ ورودی داشتم 7500 تا به هر کسی که معدلش بالای 16 بود میدادن. توی کانادا معدل 16 به بالا معدل عالی حساب میشه که میشه 80/100. خلاصه یه 7500 تا من دادن که من خیالم اینو خود دانشگاه و دانشکده داد. گفت آقا این اسکالرشیپ ورودیه، فاند ورودیه، به دانشجوهای ورودی میداد. میگفت آقا ما هر ترم 2500 دلار بهت میدیم که میره برای شهریه‌ت. بعد از اون اسکالرشیپ ورودی 7500 تایی که رفت برای شهریه،
من آیتم بعدی اینه که باز دانشکده. باز دانشکده اومد گفت خب اونو که بهت میدیم 7500 تا علاوه بر اون ما یه سری کار بهت میدیم توی دانشگاه. و گفتش که این کارا در قالب به قولی تیه، یعنی باید به استادا کمک کنی، بری سر کلاس حل تمرین بکنی، برگه ها رو تحصیل کنی به این صورت. اصولا توی مثلا کانادا ساعتی 40 دلار بهتون میدن، خیلی پول خوبیه. 44 دلار حالا مالیاتش در بره میشه 40 دلار، چون مالیاتش کمه، شما دانشجو هست. 40 دلار تقریبا ساعتی بهتون میدن برسه به مقطعتون. مثلا حالا مقاطع مثلا کارشناسی ممکنه کمتر بدن، ارشد باشید، دکتر باشید بیشتر میدن، ولی میانگی میگیم هولوش 40 دلار. بعد یه سقف ساعتی هم داره، میگه مثلا شما این کارا رو ترمی بیشتر از 170 ساعت نمیتونی بگیری. توی حالتهای خاصی بیشتر هم میشد، ولی تقریبا 170. یه سری دانشگاه میگن آقا نه، ترمی بیشتر از 130 ساعت بهت نمیدیم، ترمی 140 ساعت بیشتر بده. بستگی به اون درسه داره که قراره کمک بکنی، چند ساعت نیاز داره، چند تا دانشجو ثبت نام کردن. به خاطر همین یه کانترکت، یه قرارداد بهت میدن، میگن آقا یه قرارداد، هر ترم شما اپلای میکنید، مثلا میگی آقا من این درس رو اپلای میکنم، بعد میگن خب آقا بیا درس آمار رو شما برو اینترن بشو کمک استادش، درس مثلا چه میدونم زیست شناسی رو شما اینترن بشو کمک استادش، یا فلان درس رو شما فقط برگاهش رو قراره تحصیل کنی، ساعتی 30 دلار بر اساس تعداد ساعت، بر اساس اینکه هر ساعت چقدر قراره بهتون بدن، شما میفهمید که خب اینترن من قراره پول دستم بیاد. مثلا من هر ترم توی این 4 ترمی که بهتون گفتم هر ترمش تی ای داشتم، تازه یه درس دیگه مثلا فقط تحصیل برگه هم داشتم، در مجموع 170 ساعت رو من پر می‌کردم. 170 ساعت هر کدومم 40 دلار، تقریبا ماهی 6000 خورده‌ای دلار من از این کار در می‌آوردم که این دیگه میشد پولی که برای زندگی خودم بود. حالا یه وقتایی مثلا ایمیل می‌زدم میگفتن آقا ما یه کسی رو می‌خوایم بیاد سر امتحان به عنوان مراقب امتحان وایسه، 3 ساعت امتحانه، ساعتی 35 دلار. اونا رو هم می‌رفتم، اونا هم جز ساعتاتون حساب میشه. اینا میشد چی؟ اینا همه کارهایی که شما توی دانشگاه انجام میدید. حالا هیچ کدوم اینا گیرتون نمیاد، مثلا دانشجوی کارشناسی هستید و از این کارهای به قولی حرفه‌ای کمک استاد اینا بهتون نمیدن، میرید تو باشگاه دانشگاه کار میکنید، میرید توی کتابخونه دانشگاه کار میکنید، میرید میدید کارهای اینجوری ریزی که به دانشجوها میدن رو اونا رو انجام میدید. حالا مبلغش کمتره، ساعتی 40 دلار نمیدن، مثلا ساعتی 20 دلار میدن. خلاصه من به عنوان دانشجوی ارشد، دانشجوهای دکترا قطعا بیشتر میگیرن چون اولویتن، دانشجوی کارشناسی قطعا اولویت بعدی هست. مثلا ترم 4 کارشناسی باشید شاید از این کارهای تی ای هم بهتون بدن، ولی اصولا به کارشناسی ها میگن آقا تو برو تو باشگاه کار کن، تو برو فلانجا کار کن، اینجور چیزا. خب پس 6000 خورده ای از این راه ها در بودم، 6000 خورده ای زب داره، مثلا بگیم 6500 تا 6500 زب داره 4 ترم بکنیم، 26000 دلار من از اینجا در بودم. به غیر از اون دیگه چیا به من دانشگاه داد؟ اینا تا الان چی بود؟ همه دانشگاه بود. اولیو که تضمینی داد، دومی هم گفت آقا ما اینجوری بهت کار میدیم که من هر ترم زرنگ بودم، بیشتر از حد اکثر ساعتو کار میگرفتم که به قولی هزینه زندگی بهتر در بیاد. علاوه بر اون رفتیم سراغ استاد. استاد من توی اون 4 ترم، چون من یه استادم عوض کردم و اینجوری نبودش که مثلا اولش یه رقم ثابت بگی، من یه استادی داشتم اولش بهم گفتش که من سالی یه سود 10000 تو بهت میدم، بعدش مثلا اون استادم رو عوض کردم، استاد بعدی گفتش که بهت پول نمیدم، اون 10000 تا یعنی مثلا 5000 تاشی که گرفته بودم استادم عوض کردم، استاد دومی گفت من پول ندارم، گفتم اوکیه، من با همین فاندایی که بهم میدن کافیه برام برای زندگیم. ولی استاد دومی بعدش نظرش عوض شد، دید کارم خوبه، اونم بهم پول داد. اون وسط مسطا یکی دو تا کار ریزم داشت، گفتش که مثلا 3000 دلار اینجا بهت میدم، 3000 دلار اونجا بهت میدم. اینا در مجموع استادا به من یه سوده جفتشون رو بذاری رو همین سوده 8 تا 10000 دلار هم از استادا گرفتم. استاد احتمال اینکه پول بهتون بده تو مقاطع بالاتر بیشتره، دکترا حتما میده، احتمال بسیار زیاد، ارشد باز کمتره، کارشناسی هم که اصلا استاد نداره که بخواد پول بهتون بده. تازه ارشد هم میگم، ارشد هم اگه استاد داشته باشید، پایان نامه داشته باشید، اگر نداشته باشید فقط قرار کورس پاس کنید که اصلا استادی وجود نداره که بخواد بهتون پول بده. خلاصه ما 8 9000 دلار هم اینجا از استاد گرفتیم. تا الان چند تا شده؟ خیلی نزن ویدیو بالا. خب خوبه، وقت داریم. 8-9000 دلار هم من اینجوری از استاد گرفتم. پس شد چقدر؟ شد یه 26000 تا تقریبا، به اضافه 8000 تا هم استاد، 34000 تا. یه چیز دیگه ای که دانشکده ما میداد، چون من پایان نامه داشتم، میگفت آقا همین که پروپوزال پایان نامه تو دفاع بکنی، یعنی بیا بگی آقا من میخوام این پروژه تحقیقاتی رو انجام بدم و دانشکده تایید بکنه، ما 4000 دلار دیگه هم بهت میدیم. اینجا هم 4000 دلار، اینم شد چی؟ 38000 دلار.
علاوه بر اینا یه مؤسسه تحقیقاتی هم بودش به نام مایتکس مثلا تو کانادا، حالا کشورهای مختلف مؤسسه تحقیقاتی مختلف هست. میگفت آقا مثلا یه پروژه کوچیک تعریف کن که استادت هم تایید کنه، بعد اون پروژه رو انجام بدی ما 6000 دلار بهت میدیم. من اون 6000 دلار از اون مؤسسه گرفتم. البته میگم همه اینا مثلا باید یه پروپوزالی بهشون ارائه بدی بگی میخوام چیکار بکنم، ولی خب مال من سبک بود، یه پروپوزالی ارائه دادیم با استادم هماهنگ کردم، استادم گفت بگیرش. اون مثلا یه چیزی بود که یه پروموشنی بود، یه دفعه گفتن آقا امسال تصمیم گرفتیم یه همچین پولی بدیم، باید زرنگ باشید، باید همش چشتون کار بکنه اینا رو ببینید، همش بخونید، همش برید توی اخبار نگاه کنید ببینید چی هستش. خلاصه یه 6000 دلار ما اونجا گرفتیم، شده 44000 دلار. 44000 دلار آخرین چیز من، خب 44000 دلار برای زندگی من کافی بود. میدونید من مثلا زندگی دانشجویی بیشتر از سالی 10-20000 دلار، بیشتر از سالی 15-20000 دلار نباید خرجتون بشه. 10000 دلار سالی منظر من خیلی کمه، سخت میگذره. 15000 دلار منطقیه، 20000 دلار دیگه خیلی دانشجویی خوب زندگی میکنید، دانشجویی خوبا. مثلا من الان خودم دارم میرم سر کار، امسال خرجم استوده 25-30000 دلار شده، ولی من خوب خیلی دارم خرج میکنم چون همه وسایل خونه خریدم، نمیدونم لپتاپ اپل بخرم فلان بخرم، من زیاد خرج کردم 25000. حالا اونا رو یه آپدیت میدم، خیلی وقتی آپدیت در مورد هزینه زندگی ندادم. امسال هزینه‌ام زیاد شده چون سر کار رفتم، درآمدم زیاد شد، راحت‌تر خرج می‌کردم. دانشجویی 20000 دلار به نظر من دیگه شاهانه زندگی می‌کنه. من 44000 دلار داشتم برای دو سال، به نظرم خیلی دانشجویی خوبی زندگی می‌کردم، ولی ما خب اصلا خرج نکردم این 44000 دلار رو، خیلیش پسنداز شدش. حالا علاوه بر این مردم علاوه بر اینا، امیدوارم تا الان ویدیو رو لایک کرده باشید. میگم همه اینها رو تو اون وبینار مفصل توضیح دادم، اگر دوست داشتید میتونید تهیه کنید. همه چی از مدارک و ویزا و همه چی صرف تا اصلا هیچ چی در مورد اپلای تحصیل نمیدید، من تو وبینار توضیح دادم. خدمت شما عرض شود که همه اینا که دیگه تموم شد، من نزدیک فارغ التحصیلیم بود، هر از چنگای یه سری اسکالرشیپ‌های بزرگ استانی و کشوری هم هستش. یکیش بود اسمش کوین الیزابت بود که من حالا در موردش ویدیو هم ساختم قبلا. یه دفعه ایمیل از طرف دانشگاه اومد، وقتی داشتم فارغ التحصیل می‌شدم، آخرای تحصیلم که دیگه تموم شده بود، که آقا شما کوین الیزابت برنده شدی امسال، 15000 دلارم اونجا کوین الیزابت به من داد، یعنی به اضافه 15 59000 دلار شد. اون 15000 دلارم پول ولی پول مفت بودش که به من دادن، مفت نبود، کلی برای زحمت کشیدم، یعنی هیچ انتظار خاصی نداشتن، فقط میگفتن که پایانات انجام بدی. حالا خورده ریزم شاید بود، میگم حالا 1000 دلار 2000 دلار بالا پایین، ولی در مجموع 59000 دلار که من از این 59000 دلار شاید مثلا توی دوران تحصیلم خیلی بچه‌ها میگفتن آقا پول خونه رو کجا آوردی تو، چه میدونم فلان، نمیدونم آقازاده ای فلان. بابا من اینجا دانشگاه کلی من پول داده، فقط خدمت شما عرض شود دانشگاه من پول داده. خب یه ذره از ایران آوردم اینجا، سرمایه کارم اینه، سرمایه گذاری انجام دادم، کلی توی سهام پولم رفته بالا، چه میدونم کریپتو خریدم. حالا اگر خواستید اینا رو هم توضیح میدم که از کجا مثلا پول در آوردم. خدمت شما عرض شود خلاصه 59000 دلار پولی بودش که من توی کانادا گرفتم. میدونم خیلی سوال ممکنه الان براتون پیش اومده باشه، امیدوارم پیش اومده باشه، امیدوارم که بپرسید، کامنت بذارید که ویدیو منم کامنت زیاد بشه، لایک بکنید، ویدیو بره بالا. اینا رو نباید بگم، ببخشید. کامنت بکنید خیلی خوبه. خدمت شما عرض شود که دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید. فردا میرم تورنتو، کلی ویدیو، ویدیوی بعدی میخوام در مورد کارم توضیح بدم که اصلا به عنوان تحلیلگر مالی من اینجا چیکار میکنم و این خونه رو بهتون نشون میدم قطعاً، قبل از اینکه برم تو خونه جدیدی که خریدم، و اینکه تورنتو هم کلی ویدیو خواهیم داشت. این چند روزه هر روز احتمالاً ویدیو خواهیم داشت. دمتون گرم، به امید موفقیتتون، لایکتون نره. See you in the next one.